سلام، مپ پازلی اسکیپ ده هاوسو که یادتونه یه ویدیو ازش گذاشتم، این میشه قسمت 2. انقدر این مپ خوب بود من بهتون گفته بودم اگه استقبال کنید لایک کامنت بذارید میام ادامه میدم، ولی انقدر خوب بود که دوست دارم الان ادامه بدم. هنوز ویدیو قبلی رو نذاشتم، ویدیو بعدی دارم میگیرم. آره به نظر خوب میاد. کجا بودیم؟ لول 5 اگه یادم باشه که میشد آشپزخونه، که اومدم دم در آشپزخونم از بازی اومدم بیرون. اسکینم هم عوض کردم، برگردونم رو هودی با جنرال نیومدم دیگه. این اتاق آشپزخونه است و مرحله 5. توی مرحله 5 ما هنوز هیچ هینتی پیدا نکردیم. یه تارگت بلاک تور من دارم اینجا میبینم. این چیز عجیبیه. باید بگردیم دنبال چیز دیگه. این الان اینجا این پشت چیزی هست. یه باکت. به به. صفا باشه. Notice the chest names. Top chest. راهنماییمون کرد که به اسمای چستا دقت کنین. اسمش Top chest. Bucket Top chest. من چیکار میشه کرد؟ از هر لول هم یه سری آتشخال داره دستم میمونه که هیچ استفاده‌ای براشون ندارم. یه دکمه داریم اینجا. بزنیم دیگه. اوکی، این به همون هی آب میده، مثل اینکه با این آب یه کاری باید بکنیم. این گیاه رو برداریم، ما همیشه اینا رو برمیداریم. بعد از لول گلدونی که رد کردیم یاد گرفتیم. یه برل مشکوک اینجا دیدم. بیتروت 1/6 1/6 6 تا بیتروت باید پیدا کنیم. وای کلا، این پشت قایم کرده بود من نبینم. بی شروع برونگستان شراب شیشه. چقدر مرموز این آشپزخونه. وسایل مختلفی جاهای مختلفش ول شده. اوکی، این تو یه سری بشقاب هست، یه سری کاسه هست، یه سری هم لیوان هست. این تو چی؟ دوباره یه سری لیوان دیگه است، یه سری بشقاب دیگه، یه سری لیوان دیگه. اسمشون اینه ها، اسم اینا لیوان، اینا بشقاب، اسم اینا هم کاسه. و یه ترایدنت به اسم فورک. این چنگالمونه. وسایل آشپزخونه رو اینجا چیده. یه عالمه وسایل پیدا کردیم. کاش بدونیم چیکار باید بکنیم باش. این ترپدور رو باید یه جوری بازش کنم. چه خفن. الان میشه باکت رو پر کرد. چقدر باحال این. اینجا دوباره یه سری لوازم آشپزخونه است. شیشه است. دو تا دیگه بیتروت. اون برل رو چجوری باز کنم؟ این اصلا برل زیرش؟ نه، این برل نیست زیرش. تو فرنس چی؟ یه دونه راهنمایی هست. میگه سی. من اینو کی باز کردم و چه جوری؟ تو راهنمایی نوشته بود سینک و ترپدور به هم وصلن، حواست باشه. تو این یکی راهنماییش نوشته وقتی سینک خالیه ترپدور باز. اگه سینک رو پر می‌کردیم بعد آبش رو برمی‌داشتیم این باز می‌شد. چه باحال. این تو چی؟ تو اسموکرا چیزی نیست؟ این پشمشتا چیزی نیست؟ بابا چقدر وسایل آشپزخونه داره این سرکاری. یه راهنمایی دیگه، اتاق پشت نقاشی رو دوباره چک کن. یه باگی خورده مپ من فکر میکنم. اینا قرار نقاشی باشه ولی اینجوری ساین افتاده. یه دیتا پک چیزی داره. احتمالاً منظورش این بوده که اینو ببین و اینم ببین، که این تاپ چست اسمش. راهنمایی فکر کنم منظورش همین بوده و من چون زرنگ بودم فهمیدم. کلی کاب وب داریم این پشت. بیتروت پنجم، یه دونه دیگه بیتروت مثل این که باید پیدا کنیم. اینم بیتروت ششم. نایس، 6 تا بیتروت رو پیدا کردیم. دو تا بیلا چیان؟ اینا هم قاشقن. فیری فلاس، نختندون پیدا کردم. نختندون پشت این ساینا، پشت این بنرا همیشه ممکنه ایستی قایم شده باشه. آها یادمون باشه شراب و شیشه هم این تو بود که بعدن شاید به دردمون بخوره. خب این اتاقو به نظر گشتیم غیر زیر میزش. زیر میزش هم یه نگاه بندازیم. مشکوک و مرموز است. زیر میزش فعلا خبری نیست. حالا بریم این پایین ببینیم چه خبره. یخچال زیرزمینی به نظر میاد. اینجا 4 تا چیز میگه برامون بذار. نارنجی، سفید، آبی و زرد. چشم. اینجا بستنی هست و یخ. اینجاها آب یخ هست و یخ. خیلی خوب. به نظرتون تو این یخچال این کوارتزا چی کار میکنه؟ کوارتز بلاکای ندر. خب این ور چه خبره؟ گیر کردم این تو ندکمه گذاشته خوشبختانه. میگه تو آب نیفت، یخ میزنی. وای اینجا بمیرم که خیلی بد میشه. تو آب نیفت، یخ میزنی. شاید انقدر آیتم برداشتم اینونتوریم پر شده بچه‌ها. شاید شراب بخوریم. دوزگی رو چک کنم. خوشبختانه ماشین ما نبود. پس تو آب بریم دمیج میخوریم. اینجاها چیزی هست اصلا؟ خب الان اوکی، ماهی تونستم بگیرم با باکتم. به دردم هم میخوره به نظرتون؟ من میشه ریخ رو زمین؟ نه نمیذاره. ما که همه چی رو برداشتیم، بذار اینم برداریم دیگه.
شرابو میشه خورد. نکنه با شراب برم تو آب هیچیم نمیشه. میشه، خوبم میشه. پیچیده شد. خب نارنجی آبی بیا. میگه نه 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 نه. پس چی میشه گذاشت اینجا؟ ای با که تو قبول کرد ازم رو آبی، فکرشو اصلا نمی کردم. با این ترایدنته یه حرکتی باید بزنیم حس میکنم. اوه تارگت بلاکه، یس. یه با کتاف کاد پیدا کردیم. کاد چه رنگی حساب میشه؟ نه اینجا. نایس، چنگالم مصرف شد. دو تا باکت دیگه باید پیدا کنیم از دو تا ماهی دیگه. فکر کن سینا. آیس کریم و آیس کریم کن. یه اسکوپ بستنی و یه بستنی. با اینا چی کار میشه کرد؟ اوه من به این دقت نکرده بودم که میز وسط اتاق و چیز میز میشه روش سرو کرد. آها به این بستنی بدیم، به این بیتروت بدیم، نه به این یخ بدیم. دیگه چی میشه به اینا سرو کرد؟ وای شرابی که خوردم، نکنه شرابه رو باید میدادم به این بنفشه. آره وای گند زدم، شرابو ندارم، مپ خراب شد، کپی هم ندارم ازش. وای چرا یه چیزی که بهم داد بازیو خوردم من. خنگ بازی چی بود؟ من یه دور از اول تا اینجایی که اومدم و جنگی برم ادامه بدیم، چون فکر کنم گند زدم تو من. صبر کنید. حالا لیما گل لیما، حالا لیما گل لیما. بعد از کلی تلاش و کوشش برگشتم تقریبا جایی که بودیم. دوباره اون کارا رو بکنیم ببینیم آیا این همه راه که برگشتیم برای این شراب کار درستی بود یا نه. اول از همه شراب. خب خدا رو شکر تمام این کارهایی که کردیم نشون داد که الکی نبوده، چون باید اینجا استفاده میکردیم. اینو میذاریم اینجا، یخم میذاریم اینجا. این ها این آیتم صورتیه رو پیدا نکردم. نهاش این توه جا مونده بود. اوکی آیتم صورتی یه قرمز مونده. آب که میخوریم به جان خودم یه اتفاقی میفته تو این مپ. الکی این بهمون آب نمیده بخوریم. الکی این کارو با من نمیکنه این بازی. این برل هم نیست. زیر برل رو نگاه. زیر برل یه هاپ. زیر این یه هاپ. دوباره مپو خراب کردم. وای دهنم سرویس باشد. اشکال نداره. اینو یه کاریش میشه کرد خرابیشو. امان از دستت سینا. یه دقیقه نمیتونی آروم بگیری. همه چی باید وری. خب بیتروت رو اینجا قبول نمیکنه. با این بیتروت چی کار میشه کرد؟ سوال اینه. با این بیتروته یه کاری باید بشه کرد. تعدادش هم تعداد جالبیه. 6 تا و 7 تا. فلنگو بسته کجا؟ ملینا و هستی رو جا گذاشتی؟ گیر کردم نمیدونم باید چی کار کنم. این قسمت بیتروت و اون اسم چسته که نوشته تاپ چست رو نمیفهمم معنیش چیه. راهنمایی هم گذاشته ها، گفته که چی؟ Notice the chest names. تاپ چست. وای خدای من، منظورش از تاپ چست این بود که این چست بالایی پایینش هم یه چست دیگه هست و اون چست پایینیه. لعنت بهش، این ترپدوره رو به زور دیدم. اینم شد ماهی سوم. میمونه بیتروت. پازل بیتروت رو حل کنیم، احتمالاً میز رو میتونیم تکمیل کنیم. میز رو که تکمیل کنیم چهارمین ماهی رو میگیریم. حالا اینجا قرمز چی میره و این آیس کریم کنیم وسط چی کار است؟ واسه ببینم، بذار یه بار اینو خراب کنم. اوکی این پر که میشه، با این میشه برداشت آبشو. بیتروتو من باید چی کار کنم؟ نمیدونم. داشتم بی هدف همینجور میچرخیدم، بعد کلیک کردم روی این کرافت تیبل. من حتی به کرافت کردن اینم فکر کردم، ولی تو کرافت منوی خودم چک کردم. یه بیتروت سوپ هست که 6 تا بیتروت میخواد همونجور که باید میخواست و من خنگ یادم رفت این گوشه میز کرافت تیبله. ولی من بیتروتامو باگ کردم. چجوری؟ اینجوری. این بیتروتا رو که اینجوری هی بذاری کنسل کنی، بعد که برمیداری یه دونه کم میشه. اینجوری الان شده 2 تا. در نتیجه باید به خودم آیتم بدم. باید به خودم 6 تا بیتروت بدم.
که بتونم خدا وکیلی چیت نیست. بیایید قبول کنیم من دوباره نمیخوام این مپو از اول لود کنم که اینجاش بیتروتا رو تعداد درست بردارم که دوباره همه این کار رو از اول بکنم. رحم کنید به من، واقعا گناه دارم. این سوپو که بذاریم اینجا قبول کرد و با کت آخر به همون داد. آخیش نفسم برید، انقدر خوشحال شدم. آپستیرز هالوی، بالاخره رفتیم لول بعدی، از طبقه اول خلاص شدیم. وای این تازه اولین پازل بود، من انقدر پاش وقت گذاشتم، خدا رحم کنه. بودو بریم لول بعدی. اینجا باز شده؟ آره اینجا باز شده. وای اینجا هم دوباره مسخره بازی همیشگیشو داره این نقشه مسخره. مسخره باز مسخره بیخود. دارم دیوونه میشم، دارم عقلمو از دست میدم. چقدر باحال این مپ ولی چقدر سخته، چون هارد زدم و راهنمایی کم میکنه بهم. اصلا خیلی سخته، راهنمایی بیشتر بکنه خیلی سریعتر حل میشه. آیس کریم کونو اضافه بهم داد، همینجوری جایزه عشقی. اوکی این پشت یه اتاق مخفیه که توش یه بلیزراد و یه راهنمایی چی میگه؟ میگه برای این لول رسپیای کاستوم داری. آها بلیز پاودر داری، رنگ زرد داری، فایر چارج داری، فایر کورال داریم، بورن کورال داریم و فیلینتن استیل. اوکی داره به همون میگه که برای ساختن این سه تا آیتمو میخوای. دست درد نکنه داداش، ممنون از راهنماییت. حالا آیتما رو بهم بده. نمیده. این پشت هیچی نیست. آها اینجا نوشته Items can be hidden found inside flower pots. یه راهنمایی بهم کرده که گلدونا رو حواست باشه بهشونا. اوکی گلدون ملدونی این اطراف نبوده. یه دونه این بود که برداشتم. این زیر این ترپدورا چیزی نیست؟ نه. خب تو این اتاق این بالا اینجا یه آیتم فریمه، دیدمش. خب زغال پیدا کردیم پشت آینه. ای شیطون اینجا هم قایم کرده بودی آیتم. زرنگ شدم واقعا خودمونیم. اوکی اینجا یه راهنمایی انداخت، میگه اگه میخوای شنا کنی باید کنترل داشته باشی اینجوری بتونی بری. اوکی اینو پیدا کردیم. این چیه دیگه؟ و این پشم سفیدو بذار. این دکمه رو میزنیم چی میشه؟ اینا فکر کنم دکور اتاقه، هیچ ربطی به این داستانا نداره دیگه اینجاهاش. ما در نهایت فکر کنم این زرد رو باید بسازیم بچه‌ها، که براش رنگ زردو میخوایم. ناتیلوس شلو داریم، استخون میخوایم، رنگ زرد میخوایم. این بنفشه به چه دردمون میخوره؟ نمیدونم. فعلا فقط داریم پیدا میکنیم تا ببینیم چی میشه. خب اینجا یه بالکونه. بالکونه چیزی توش نیست. گول نخوریم. اینو چرا من کلم کردم؟ در یار بابا در یار زشتو. این پشمشتا این سوسکی چیزی قایم نکرده باشد. Remember to check the trap doors. چشم پشت اینا چیزی هست؟ The item frames above the chest are for the coral once you find them, but you'll need to find the order to place them in. آها جالب شد. اولا که این تونل رو میشه رفت توش فکر کنم، دوما اینکه کورالا رو باید بذاریم اینجا و ترتیبش هم مشخص نیست. الان ما یه دونش رو پیدا کردیم، یه دونش رو از این باید کرافت کنیم، یه دونش رو از این باید کرافت کنیم، یه دونش هم نمیدونم. بریم فعلا اون تو ببینیم چه خبره. اوه کورال آبی این زیر میبینم. آها تو آیتم فریم. ایول این کورال هم پیدا کردیم. این شد دوتا از کورالایی که نیاز داشتیم. بالا نمیذاره برم، حیف. اوکی اینجا رو هنوز نرفتیم. گل زرد پیدا شد، پس رنگ زرد رو الان میتونیم درست کنیم. رنگ زرد رو که داشته باشیم بیا این رنگ زرد، اینم بلیز پاودرایی که نیاز داریم برای فایر چارج. یه دونه گام پاودر باید پیدا کنیم، یه استخون هم باید پیدا کنیم. این دوتا رو که پیدا کنیم کار در اومده. یه کورال صورتی هم پیدا شد. مثلا همیشه چستا رو خالی کنیم یه وقت چیزی لازم میشه. گل قرمز. You found something in the flower pot under the poppy. ها گلدون رو خالی کردم، زیر گل این دد کوراله بود. اینم داریم الان. داره کم کم تمام چیزایی که باید پیدا میشه. اوکی نکنه باید ست لباس تکمیل کنیم. مشکوک میزنه. اینترپتور این شیطون بلا چه داره قایم میکنه از من؟ یه چیز مهمی رو داره از من قایم میکنه، من میدونم. آها ببین آیتم فریم این بالا رو میبینین؟ این شیطون آهنه اونجا قایم کرده و فکر کرده من نمیبینم، فکر کرده من کورم. واقعا کور بودم، شانسی دیدم. بیاید صادق باشیم، بیاید دروغ نگیم به هم دیگه. این بالا آلتی آیتم فریمه، چجوری برم اون بالا؟ میشه پرید؟ آره وای نیفتم پایین.
اینم گام پادر. یس اوکی، فایر چارج رو ساختیم. حالا یه دونه فلینت ان استیل می‌خوایم، برامونم یه دونه فلینت می‌خوایم. یه فلینت پیدا کنیم، یه کورال دیگه هم درآوردیم. اینجا کارپت، اینجا ترپدور میشه، از این رفت بالا که بعد بریم این پشت، که بعد اینجا رو ببینیم، که بعد ببینیم نه چی نیست. الکی اومدیم، ولی اینجا رو میشه رفت توش. رفتم رو سقف. چیکار دارم می‌کنم من بیرون از خونه؟ فرار کردم از خونه. فرار که نمیشه گفت، ولی خب یه چست اینجاه. ریممبر دیسک. او این کده، کده رنگاست. آبی بنفش قرمز زرد. یادتون باشه بیاد. یه چیز دیگه پیدا کردیم کامنت کنیم. آبی بنفش قرمز زرد. اینا رو هم برداریم همینجوری. بذار اینا رو بچینیم اینجا. این کار عاقلانه تریه. آبی بنفش قرمز زرد. اینم پیدا کردیم. ایولش باشه، ایولش باشه. بریم تو. اوه این پشت چیز سوسکی. این پشت میگه با اینا اینو میتونی که رفت کنی عمو جان. خب ندارم هنوز فلینتن استیل و فلینت باید پیدا کنم. فلینت رو پیدا کنم چشم، اونم که رفت میکنم. وای یه آیتم باز جا موند، باز یه آیتم جا موند، قراره منو دیوونه کنه. فلینت رو پیدا نکردم بچه ها. فلینت همه مشکلاتمون رو حل میکنه اگه پیداش کنیم. به نظر من اینجا کاری نداریم دیگه بچه ها. فلینت رو باید یه جای دیگه پیدا کنیم که درست نگشتیمش. اینجا رو ایناها بیا. این آیتم فریم اینجا، این وسط رو من ندیدم. اوف بده فلینتمو. خدا رو شکر. اوکی اینم میسازیم. قرمزم برای کارمون میخوایم. حالا یه دونه استخون باید پیدا کنیم که زرد رو بسازیم. استخون جا مونده. استخون، یه استخون معذرت، اینجا ها نیست استخون. بذار این آرمون رو تنش کنیم بره دوباره. این بالا نیست، یه دور دیگه بذار بررسی کنیم. بررسی مجدد محیط کار. بالای این لامپا نباشه، بالای کتابخونه نباشه، نیست. میریم تو. زیر این گلدون نباشه، متاسفانه نیست. یه لحظه خوشحال شدم، یه لحظه قلبم تپید، گفتم یه گلدون چک نکرده بودم. این بالکن، این بالکن چیزی توش پیدا نکردیم، فقط اومدیم فوزولی. ولی خب ازش نمیشه رفت بیرون اصلا، اصلا قفل قفل بالکنه. ولش کن. پشت پرده هاشم که چیزی نبود. نه بالا که نمیذاره بریم. اگه ما اینجا رو چک کنیم، روی این تابلوها چی نوشته؟ Did you remember the code؟ آره کدی که یادمه سلطان، اینا کدو دارم. بیا این قرمز، این آبی، این بنفش. فقط آخری مونده، آخری رو ندارم که بزنم. اینجا هم که رام نمیده. این برل یه دونش. خدا لعنتت نکنه. وای خدا لعنتت نکنه. وای خدا لعنتت نکنه. وای الهی جز جیگر بگیری. ای ولی خوشحالم. لول رایت کردیم. ولی الهی جز جیگر بگیری. آه. افتیم هفت. گیمز روم حالا کجاه؟ من از کجا پیدا کنم گیمز روم کجاه؟ کنم اون اتاق اولی است. آره اینجا یه اتاق جدید پیدا کردیم. اینم یادگار میمونه، از هر لول یه آیتم به یادگار میذاره برامون بچه ها. لول هفت اتاق بازی. اتاق بازی چه خبره توش؟ اتاق بازی یه سری آیتم فریم داره، یه سری دکمه و میز بیلیارد ساخته. این میز بیلیارد رو یادمه توی خونم ساخته بودم تو واتر کینگدوم. یه دونه برل اینجاست که 6 تا چوبه و این قراره توپ بیلیارد باشه، این هارت آف ده سیه. این ورم برل داره که باز چوبه. اوکی اشکالی اخت مشیلی اخت. اینم بر میداریم. جنگل سپلینگ. اینجا یه برل قایم کرده. هند و دارت. اوکی یه تیرکمون میزنیم تو این و به همون یه دونه بلیز راد میده. دوباره به همون کرافت داده. آیا وندر و ماگما کریم این دفعه. بلیز، دوتا بلیزمون رو برمیداریم واسه این دوتا. دوتا آیتم باید پیدا کنیم. یه اندر پرل، یه دونم اسلایم بال. یکمونو فعلا بذاریم کنار. یه اندر پرل، یه دونه اسلایم بال باید پیدا کنیم. این پشت چیز قایم نکرده. نه. اینجا رو گشتیم. حالا بریم این تو. این پشت رو چک کنیم دوباره چیزی قایم نکرده باشه. این پدر سوخته هیچی ازش بر نمیاد. هیچی ازش بعید نیست، همه چی ازش بر میاد. اینجا خیلی ساسی باکاه. اینجا باید بریم ادونچر کنیم، از روی این درخت بریم بالا. خبریه هست؟ آها اینجا سیناش. یه گوله برف پیدا کردیم. اسنوبال. اوکی یه اسنوبال پیدا کردیم. حالا دیگه به چه درد بیخوره خدا بیدوده. از این برم میشه رفت بالا. آه نمیذاره برم. خدا بیدوده، فقط خدا بیدوده. Only God can judge me. این بالکون رو چک کردیم. اینجا هم یه سری بلاکی که اون ور یه سری
اسنوبال اینجا باید میذاشتیم. نایس. رسیدیم به آسانسور طبقه 3. آسانسور طبقه 3 باز شده. این پشت گلدون چی؟ اینجا چی؟ اینها. ای پدر سوخته. اندر پرلتو پیدا کردم. این شد آیا وندرمون. اینو ساختیم. خدا شکر. یه مرحله رفتیم جلوتر. دیگه من بلدم حقات چیز میزون پشت مشتا قایم میکنید یه حفظم. عکسشو پاره کردم. نامش پاره کردم. اوه. اسلایم بالم پیدا کردیم. اینم ماگما کریم. ای این پله‌ای که ازش اومدیم بالا. اینم دیوار آسانسور. خب این دو تا آیتمی که کرافت میشد کرد و پیدا کردیم. بعد بذاریمشون این تو فکر کنم. اوکی یه چیز مربوط به اوش آرت آف ده سی داشتم. ایول این لول آسون بود. بالاخره یه لول آسون به همون داد. هنوز اینجا نمیشه رفت. این بدروم این لول جدیدمونه. مثل این که این زیر برله. این پوت نوشته ورودی. اوه اسم برل نوشته ورودی. اوکی اینجا یه گولد پرلیته که زیرش یه کرافت تیبل قایم کرده. توش میشه بلاک آف گولد ساخت و گولد. یادمون باشه یه کرافت تیبل این زیر قایم شده. بالکن میشه رفت. بالکن چه خبره توش؟ دور چیزی قایم کردین دور و بر؟ نه. بالکنش ترتمیزه. خوش چسته. توش یه بلاک آف امرالده. اگه بلاک آف امرالد رو بذاریم توی قسمت ورودی باستا. ای چه اتفاقی عجیبی داره میفته. واسه ببینم حالا بلاک آف امرالد رو آیا میشه شیکوند؟ نه. پس بلاک آف امرالد رو میذاریم توی قسمت ورودی. چه مرحله خوب شد به این دقت کردم. یه دکمه زیر یه گلدون که ازش گلد میرینه. چقدر میخوایم؟ 81 میخوایم. میریم سراغ کرافت تیبلمون. گلد رو میسازیم. بلاک آف گلد رو میسازیم میذاریم تو ورودی. دو تا بلاک با ارزش الان داریم. فقط دایموند رو نمیدونیم چجوری باید بگیریم. نکنه روش کلیک کنیم یا داره میره بالا همینجور. نمیتونم بگیرم دایموندا رو. چه بد. من مطمئنم که یک چیزی رو دوباره دقت نکردم. اینجا آبیه، اینجا زرد، این زرده، این قرمزه و این آبیه، رنگ دایمنده. این رنگ آهنه. پشت در اتاق خواب چیزی هست؟ نه. این بیرون هم که مال لول قبلیه. اموسینا یه چیزی رو داره از دست میده این وسط. این معنیش چیه؟ چرا هیچ راهنمایی به من نداده این لول؟ هیچ کدوم ورودیای منو قبول نمیکنه. دایمنده رو باید بتونم یه جوری وردارم باش بلاک آف دایمند درست کنم ولی نمیتونم برش دارم. نکنه از آسانسور میشه رفت طبقه بالاتر. ارزش چک کردن داره به نظر من. به نظر شما اینطور نیست؟ نه. این بالا یه چیزی هست. این چیه دیگه؟ چرا توتم میترکونم؟ چرا دیوونه شده این نقشه؟ اوه زیر تخت رو چک نکردیم راستی. وای جواب معما این زیره. بلاک آف آیرون. جواب معما این زیر بود. چک نکرده بودیم. بریم تو ورودی بذاریم ببینیم چی میشه. همه چی برداشتیم فقط دایموند مونده. فقط این الماس مونده. الماس رو نمیدونم باید چی کار کنم. خدای بد، خدای خوب و بهرباد. یه معمایی داره این من حل نکردم. اگر میخوام موفق شم باید بتونم این جامپو بزنم. اوکی حالا چی؟ حالا میشه دایموند گرفت؟ تو رو خدا. وای دهن تو سرویس. بده دایمندمو. خدا لعنتت نکنه. چک کردم. 1000 بار این اتاقو چک کردم. نمیدونم واقعا. بالکنم آخه چک کردم. بالکنم خبری نبود. ببین هیچی این اطراف نیست. این زیرش هیچی نیست. اینجا هم هیچی نیست. نیست دیگه. اوه ایسه ترپدورم اینجاست. او فلش. اوه دایموند بلاک. دایموند بلاک. آه رد کردم. بالاخره رد کردم. وای پدر سوخته رو نگاه کن آخه. گذاشته بود تو بالکن اون بالا زیر ترپدور. خیلی نام. و اینو گذاشته بود سر کاری. اینو گذاشته بود سر کار. اینو دیگه نمیشه کلیک کرد. اوکی رفتیم لول 9 به اسم اتیک. اتیک اگه اشتباه نکنم میشه زیر زمین تور، زیر پله. واسه همون این نردبوناست. ایو
آره اینجا اتاق اتیک میشه زیرش. اوه 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 عنکبوتو باش، ما همین زیر میمونیم. 9 10 11 12 سه تا چهار تا پازل بعدی تا لول 12 تموم شدن این مپ میمونه برای ویدئوی بعدی. خیلی بهم خوش میگذره این مپ، امیدوارم شما میبینید. میدونم که اونایی که میبینن حال میکنن، ممکنه خیلی نبینن ولی اونایی که میبینن مطمئنم حال میکنن. دمتون گرم، قسمت آخرش میبینمتون. شب خوش، بای بای. الان برای من شب، برای شما شاید روز باشه.